شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم. اقدام رذیلانه و کثیف اطلاعات آخوندها از طریق تلویزیون ایران اینترنشنال برای ماست‌مالی توییت‌های جعلی به نام دبیرکل الیزه و برای نسبت دادن بمب‌گذاری در ویلپند به خود مجاهدین. هشدار به تلویزیون اینترنشنال: نگذارید دستگاه شما بر ضد ملت و مقاومت ایران به چراگاه مزدوران تبدیل شود. درگذشت مجاهد صدیق، شاهپور علیزاده در آلبانی. هشدار رئیس جمهور فرانسه درباره گام جدید رژیم آخوندی در نقض برجام. امانوئل ماکرون: حرکت جدید رژیم ایران نشانه این است که در نظر دارد از برجام خارج شود. هشدار وزیر خارجه انگلستان: نقض برجام توسط رژیم ایران تهدید امنیت ملی انگلستان. ابراز نگرانی روسیه از نقض برجام توسط رژیم آخوندی. طوفان قیام در عراق علیه دست نشاندگان رژیم آخوندی. میدان تحریر بغداد، کانون انقلاب و همبستگی مردمی. شلیک مزدوران به سمت قیام کنندگان، مسدود شدن راه‌ها، بسته شدن دو بانک اصلی عراق. کنترل شهر و بندر ام قصر و فراری دادن مزدوران دست نشانده توسط جوانان شورشی. شهرهای کربلا، بصره، میسان، کوت، نجف، دیوانیه و بابل. میدانهای قیام و درگیری با مزدوران وابسته به خامنه‌ای. کربلا: ادامه درگیری‌ها با وحوش رژیم، شهادت دو تن و زخمی شدن ده ها تن، پیوستن معلمان به صفوف تظاهرات در این شهر. وزیر خارجه آمریکا: این حق عراق و لبنان است که سرنوشت خود را رها از دخالت‌های خامنه‌ای در دست بگیرند. سفارت انگلستان در عراق: خشونت بر علیه تظاهر کنندگان غیر قابل قبول است. گزارش ویژه ملل متحد در عراق: ادامه نقض حقوق بشر، هیچ توجیهی برای شلیک مستقیم به تظاهر کنندگان وجود ندارد. عضو ارشد مجلس نمایندگان آمریکا: نقض برجام توسط رژیم ایران در جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است. نایب رئیس مجلس ارتجاع: اوضاع فعلی ما خیلی بدتر از زمان جنگ ایران و عراق است. و این جنگی که الان ترامپ با ما شروع کرده خیلی بدتر از جنگ ایران و عراقه. در جنگ ایران و عراقی که ما بودیم، ما فرماندهی جنگ داشتیم. ظاهرا الان مثلا معاون اول رئیس جمهور فرمانده ستاد اقتصادیه. حرفش هیچ کی گوش نمیده، حتی دولت هم گوش نمیده. تو چه برسه به مجلس، تو چه برسه قوه قضاییه. اعتراف علی اکبر صالحی به تقلب و نقض برجام از همان ابتدای قرارداد: اما من خب دیگه نمیتونستم اونجا کامل باز بکنم. ما بدلشو داشتیم. اون فکر میکرد که شما الان میری تو بنبست گیر میکنی، اما تو داری غنی‌سازی تو میکنی. تظاهرات و تحصن در شهرهای لبنان در 21مین روز قیام. دکتر ولید فارس: کسب موفقیت قیام کنندگان، رژیم‌های عراق و لبنان توان مقابله با تحولات را از دست داده‌اند و هیچ ترفندی برای بقای آنها باقی نمانده است.